چهارم تیر ماه 1359، روزی که مجاهدین نقاب از چهره واقعی خمینی برانداختند. بله، ستارگان ما برانند تا در فلک اجتماعی و سیاسی این میهن طرحی نو در اندازند، طرحی آری از طبقات، آری از بهره کشی، آری از جهل، نادانی و اختناق و زنجیر. برگزاری میتینگ بزرگ امجدیه در 22 خرداد 1359 تأثیرات عظیمی در جامعه و صحنه سیاسی ایران به جا گذاشت، آنچنان که نه فقط گروهی از نمایندگان مجلس رژیم و یا معاون وزیر کشور وقت آخوندها مجبور شدند چماقداری را محکوم کنند، بلکه امواج قدرتمند تأثیران تا درون خانه دجار هم رفت و احمد فرزند خمینی هم مجبور به محکوم کردن چماقداری شد، امری که باعث شد خمینی پس از یک هفته در خانه نشستن و لغو ملاقات ها خودش به صحنه بیاید و صراحتاً بر ضد مجاهدین و به نفع چماقداری موضع‌گیری کند و بگوید دشمن ما نه در آمریکا، نه در شوروی و نه در کردستان است، بلکه در همین جا در مقابل چشمان ما در همین تهران است. خمینی در ادامه موضع‌گیریش هم حرف آخر را زد و گفت مجاهدین بدتر از کفارند. در واقع با این تهاجم سیاسی اجتماعی نیرومند مجاهدین علیه دجال و پدیده خمینی ساخته چماقداری، خمینی در معرض یک انتخاب قرار گرفت: تحمل دموکراتیک مخالف سیاسی یا سرکوب. و به این ترتیب رویارویی اسلام انقلابی مجاهدین و ارتجاع خمینی به سرفصل جدیدی رسید. مسعود رجوی در میتینگ امجدیه خمینی را از پس پرده تزویر و تقدس ریایی بیرون کشید و چهره واقعی او را که بانی همه جنایت‌ها، سرکوب‌ها و چماقداری‌ها بود در معرض دید همگان قرار داد. پنجم تیر ماه 1318، سال روز شهادت شاعر انقلابی محمد فرخی یزدی. شهری که شه و شهنه و شیخش همه مستند، شاهد شکند شیشه که بیم اساسی نیست. آزادی اگر می طلبی غرق به خون باش، تین گلبن نو خواسته بی خار و خسی نیست. محمد فرخی یزدی شاعر انقلابی و متعهدی بود که شعر خود را به سنگر دفاع از آزادی و سلاحی برای انقلاب تبدیل کرد. فرخی یزدی در سال 1264 شمسی در یزد و در یک خانواده متوسط به دنیا آمد. فرخی در اوایل جنبش مشروطیت با وجود دوری از تهران و سایر کانون‌های جنبش در یزد به دفاع از مشروط برخاست. در سن 25 سالگی درباره ظلم‌ها و فجایع ضیغم‌الدوله حاکم وقت یزد قطعه سرود و رفتار ستمگرانی او را افشا کرد، اما به خاطر همین سروده او را به زندان انداختند و لبان آزادی خانش را به یکدیگر دوختند. چند ماه بعد فرخی از زندان یزد گریخت و به تهران رفت.
در آغاز جنگ جهانی اول و دستگیری های آزادی خواهان ایران را ترک کرد، ولی خارج از ایران هم به خاطر انتشار افکار آزادی خواهانه بر ضد استبداد و استعمار انگلیس مورد تعقیب قرار گرفت. وی در بازگشت به ایران و تا پایان زندگی همچنان علیه استبداد به سرودن پرداخت و بارها به زندان افتاد. باز گویم این سخن را گرچه گفتم بارها، می نهند این خائنین بر دوش ملت بارها. دفع این کفتارها گفتار نتواند نمود، از ره کردار باید دفع این رفتارها. فرخی سرانجام در پنجم تیر ماه 1318 در حالی که مدت‌های مدیدی را در زندان رضاخان سپری کرده و در زیر شکنجه و آزار قرار داشت، توسط دژخیمان رضاشاه و با تزریق آمپول هوا به شهادت رسید و همچنان که سروده بود در راه آزادی دست خود جان شست و سر به پای آزادی نهاد. Yeah.